توی این ویدیو میخوام 500 فونت فارسی رو بهتون معرفی بکنم که روی کامپیوترهای ویندوزیتون یا روی کامپیوترهای اپلیتون، مکبوک ها و آی مکا نصب بکنید. این ویدیو رو تا انتها ببین. لینک دانلود تمامی این چیزهایی هم که توی این ویدیو توضیح دادم توی کپشن زیر همین ویدیو برات گذاشتم. برای نصب فونت ها باید توجه داشته باشین که فونت هاتون حتما با فرمت TTF باشه. فرمت های دیگه هم مثل EOT یا WOF یا WOF2 تو اینترنت هستن، میتونین دانلود بکنین، ولی برای کامپیوترهای مک جواب نمیدن. الان من یه پکیج 500 تایی فونت های فارسی بهترین ها رو براتون آماده کردم، توی کانال تلگرامیم گذاشتم، لینکش هم تو کپشن براتون قرار دادم. دانلود که بکنین با همچین فایلی مواجه میشین، یک فایل زیپ که دو بار روش کلیک بکنین از حالت فشرده در میاد. توی فولدر فونت ها میرم و میبینیم که 500 تا فونت داخل این فولدر وجود داره. برای اینکه بخوایم این فونت ها رو نصب بکنیم، میتونین که از اسپاتلایت یعنی کلید میانبر کاماند اسپیس رو فشار بدین و اینجا بنویسین فونت بوک. برنامه فونت بوک رو باز میکنیم که روی همه کامپیوترهای مک وجود داره و اینجا میبینیم که لیستی از فونت هایی که رو کامپیوتر من هست رو داره نشونتون میده. مثلا فونت فرح، فرزاد. حالا من اگر بخوام اینها رو نصب بکنم چه کار میکنم؟ یا میتونم همه اینها رو سلیکت بکنم، یا میتونم به صورت تک به تک هر فونتی که از اینها لازم داشته باشم رو روی کامپیوترم روی نرم افزار فونت بوک درگ بکنم تا نصب بشه، یا اینکه یه چند تا رو سلیکت بکنم درگ بکنم داخل این قسمت. میبینیم که فونت هایی که سلیکت کرده بودم به این قسمت اضافه شده. خب برای اینکه حالا این فونت ها رو فراخونی بکنیم، توجه داشته باشین که نرم افزار هایی که از این فونت ها پشتیبانی میکنن، مثلا نرم افزار مایکروسافت ورد، اگر تو کامپیوترتون همین الان که داشتین این فونت ها رو کپی میکردین باز بوده، فونت ها جواب نمیده. پس باید نرم افزارتون رو یک بار ببندین دوباره باز بکنین. خب برای اضافه کردن زبان فارسی به کیبوردتون هم، برای اینکه بتونین فارسی تایپ بکنین، اگر تا الان نتونستین این کار انجام بدین، از لوگوی این بالا سیب اپل سیستم پرفرنسز رو انتخاب میکنین. از این قسمت این پرچم آبی رنگ لنگویج اند ریژن رو بزنین. از این قسمت کیبورد پرفرنسز رو انتخاب میکنین و اینجا روی گزینه پلاس میزنیم و زبان فارسی رو انتخاب میکنیم. پرشین رو انتخاب میکنیم. بهترین نوعش برای این حالا مدل های مختلفی داره کیبوردش، ولی من خودم روی حالت استاندارد کار میکنم. اد رو میزنم، میبینیم که این بالا زبان کیبوردم فارسی شد و میتونم زبان کیبوردم رو فارسی بکنم و حالا فارسی بنویسم. خب حالا بریم، مثلا من الان فونت بی فردوسی رو نصب کرده بودم، بریم ببینیم که توی وردم کار میده یا نه. یه مقدار فونتش رو بزرگ کنم تا شما هم ببینین. حالا اینجا فونت بی فردوسی رو انتخاب میکنم، ببینین که زبان فارسی و فونت های جدیدم به مکم اضافه شد. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشی و این 500 فونت فارسی به کارت بیاد و باهاش طراحی زیبایی انجام بدی. اگر این ویدیو رو دوست داشتی، لطفاً خواهشاً دکمه سابسکرایب رو بزن، لایک هم فراموش نکن. متشکرم.